خسرو حیدری فوتبال ما فوتبال رو گذاشت کنار. سپاسگزار. این چقدر بچه همون فرهیختن که شما رو دیدن رفتن تو جو فرهیختگی. ما هم آدمای با ریشه و با مطالعه هستیم، الکی خداحافظی نمیگیریم که. من وظیفه رسانه مطالعه نیست. رفتیم آثار قدما رو مطالعه کردیم، تمام اشعار خسرو حیدری دار رو از تو فردوسی، سعدی، منوچهری، رودکی اینا جمع کرد و اطراف. خواجه در مورد زندگی خسرو میگه که یکی مرد بود پیر خسرو به نام، جوان مرد و روشن دل و شاد. که یعنی خسرو خودش پیر بوده، دلش جوان بوده، بعد خداحافظی میکردی با دل که نمیشه زمین که بابا یک کندی. دو، به یک عمر او زد گلای کمی، فقط تو سر توپ میزد همین، که اشاره داره که گل کم میزد، ولی آقای پاس گل بود، ولی هی نزن تو سرش، برو دفاع خودتون باز بزن تو سرش بیاد، ما رو دریپ نکن دیگه، حریف رو دریپ کن، که اشاره داره به این داستان. گذشتش هم هست دیگه که پاس میداد. چقدر خسرو سریال بازی نمود و پژمان از خیش راضی نمود. اینجا اونجا رو دیگه که رفت تو پژمان بازی که این فقط من تونستم تحلیل کنم، نمیدونستم تا حالا چیه. اونم چون من فوق لیسانس ادبیات دارم، وگرنه فکر نکنه هر مجری اینا رو بلده ای شبکه رو سریع عوض کنه. وایسا ببین چی دارم میگم. یک روز از روزها بود که خسرو توی سپاه خودش نشسته بود که یک سواری پیتکو پیتکو داره میاد و خسرو بلند شد و نگاه کرد که سپاه یه نامه‌ای به همراه داره. خسرو نشست سپاه خودش رو سپاه نه چیز اون سوار خودش رو از اسب انداخت رو زمین، اومد گفت خسرو نامه رو بگیر. خسرو نامه رو گرفت، نامه رو وا کرد، میگن خسرو برآشفت. گویا تو نامه نوشته بودن که باید خداحافظی کنی، پیر شدی. خسرو یه قوم خیشی داشت که ایشون باجناقش بود، یعنی ایشون یه خانواده دختر گرفته بودن، باجناقش هم در فوتبال بود. اینجا خواجه گفته میگه یکی باجناق داشت این تهمتن، جوان مرد و پیلفکن و شوت زن. کیه؟ امید ابراهیمی. ای سرزن بود علدایی باشه مثلا، سرد و رازون بود، ولی خواجه هزار سال پیش اشاره کرده که این شوتزن بوده. میگن که نامه رو که بهش دادن منظور این بود که آقا تو دیگه باید خداحافظی کنی. چیکار کرد؟ کمک گرفت از خود امید ابراهیمی، رفت بهش گفت، یعنی شب قبلش بهش گفته، شب قبل او را خبر کرده بود که اینا میخوان منو خداحافظی بدن، بیای امید به دنبال من. ولی او به قطر سفر کرد، یا به سفر قطر کرده بود. بعد ببینیم چاپ کجاست این شاهنامه‌تون، متوجهی که نبوده کمکش کنه. میگن که خسرو در آخر خیلی ناراحت میشه و سپس خسرو گرید و بای بای کرد که تصاویرش هست و حرفاشو توی دلش جای کرد. یکی یکی دونه یمنی